خبر خوش اینجاست که یه ماجراجوی ایمان وجود داره، اصول ایمان وجود داره. خدایی است که بر تخت پادشاهی نشسته و میخواد در این ماجراجوی ایمان با ما همراه باشه و میخواد که جاهایی رو ببره که اثر انگشتش بر اونها هست. در برنامه امروز اصول اولیه با بت، بت جون سری جدیدی رو معرفی میکنه بر ایمان. چطور زندگی میتونه یه ماجراجوی ایمان باشه با خدا؟ امروز ماجرای خود رو از شهر دعا شروع میکنیم. شما خوش آمدید به سری جدید ماجراهای ایمان در سرزمین خدا با اثر انگشت خدا. و سوال اینجاست که چه شکلی میتونه باشه زندگی ما با اثر انگشت خدا بر روی همه نقاط اون؟ زندگی شما با اثر انگشت خدا، شواهدی که اونجا بود. میدونین چطوری اثر انگشتا را توی حل کردن مشکلات جنایی پیدا میکنن؟ منم یه دونه فیلمی نگاه میکردم که چطور میتونی توی خونه خودت پیدا کنی که کی شکلات ها را خورده از ظرفی که شکلات ها توش بوده. یه دونه بادکنک برمیداری، توش آب میریزی و نزدیک یه شمع روشن میذاری تا اون خاکستر سیاهی روی اون بادکنک بمونه. بعد یه دونه چسب برمیداری، روی اون سیاهی میذاری، بعد اونو میکنی و میذاری روی شیشه شکلاتا و بعد میبینی که اثر انگشت آشکار میشه. بعد اون چسب رو برمیداری و حالا پره از شواهد اثر انگشت یه نفره. بعد روی یه کاغذی اون رو میچسبونی و بعد به پلیس زنگ میزنی. این یک مدرکه. مدرکی که یک نفر شکلات ها رو برداشته. چرا؟ چون اثر انگشتش اونجا بوده. چه شکلی خواهد بود که اثر انگشت خدا بر روی زندگی ما بوده؟ و یه نفر دنبال اثر انگشتا بود و میگفت من میدونستم که تو اینقدر خوب نیستی و اینقدر باهوش نیستی. چطوره؟ برکات خداست، رحمت خداست. این زندگی که تو داری زندگی میکنی درش چیه؟ چطوری است؟ و تو میگی خیلی آسونه، همه جلال برای خداست، من فقط منافعشو دارم میگیرم. مسئله جالب در برای ماجراهای ایمان ما که در برش صحبت میکنیم اینه که ما منافع رو دریافت میکنیم و خدا جلالشو و زندگی میکنیم تا به اون سرزمینی که خدا وعده داده برسیم. خیلی خوب، این تصویری که میبینین اون علامت اکس جاییه که ما هستیم و اون خط چین و نقطه چین جاییه که داریم حرکت میکنیم. ما در محله های و حرکت میکنیم و شهرهای مختلف، چون بعضی وقتا فکر میکنم مردم فکر میکنن که یه زندگی مسیحی زندگی جادوییه و که همه چیزها با معجزه انجام میشه و میگیم آره به کتاب مقدس ایمان داشته باش و دریای سرخ رو برات باز میکنیم. شکی نیست اون دریای سرخ رو باز کرد و هنوزم معجزات انجام میده، ولی مهم اینجاست که در ایمان زندگی کنی و از ایمانت استفاده کنی، از حکمتت استفاده کنی و کلامش رو در زندگیت اجرا کنی. و در این مسیری که هستیم، این ماجراجویی ایمانی که هستیم، ما میخواییم به مقصد برسیم. بعضی وقتا شاید بگیم که انقدر تمرکزمون به آخرش هست، به مقصد هست، که وقتی داریم حرکت میکنیم همه این مسیر رو فراموش میکنیم که چطوری رفتیم و ازش لذت نمیبریم. ولی خدا میخواد ما از این مسیر به طرفمون مقصد لذت ببریم. سوال اینجاست که ما الان کجاییم؟ الان شرایط تو چجوریه؟ چه فصلی از زندگیت هستی؟ چه نوع شرایطی داری؟ مجردی؟ ازدواج کردی؟ توی دانشگاه هستی؟ ازش فارغ التحصیل شدی؟ توی شغلی هستی؟ یا میخوای شغلی رو آغاز کنی؟ طلاق گرفتی؟ داری بچه ها تو به کالج میفرستی؟ داری بچه های کوچیکت به مهد کودک میفرستی؟ و بالاخره اون اولین روز که داری میبریشون مدرسه روز خوشیه؟ تا
تحویل دادن اون نوجوانت به مدرسه بدون فکر کردن این که جوشای صورتش چجوریه و موهاش چه شکلیه و لباساش چجوریان. چه فصلی از زندگیت هستی؟ آیا ورشکستگی رو تاری تجربه میکنی؟ آیا از دکترت یه آزمایشی گرفتی که ناراحت کننده است؟ یا از نظر مالی مشکل داری؟ اون اکس کجاست در زندگیت؟ اون نقطه شروعت کجاست از زندگیت؟ امروز ما از محله دعا شروع میکنیم، از شهر دعا که اولین چیزیه که شروع میکنیم. من اصول اولیه رو درس میدم و این شاید براتون ابتدایی باشه، ولی خیلی مهمه که برگردیم به اصول اولیه و بفهمیم که محله دعا جاییه که همه این چیزها شروع میشه. موفقیت تو میتونه موقعی به اجرا برسه که با دعا شروع میکنی و صبر میکنی. بعد به محله وعده میرسیم و محله شک و شبهه. خدا از دعا کردن، از شهر دعا، مرحله وعده رو برات آشکار میکنه و بعد از اونجا به محله شک میرسیم و باید ازش بگذریم و فرار کنیم ازش. تو در اون محله شک چیکار میکنی؟ وقتی شک و شبهه بیاد چیکار میکنی؟ آیا آدم نرمالی هستی؟ این اتفاقا در زندگی مسیحی اتفاق میفته که تو باید با خوشی و با موفقیت از این محله عبور کنی. اینجا جاییه که خیلی ها اعتمادشون رو از دست میدن. همه خیلی خوشحالن در اول و شروع ایمانشون و بعد به این نقطه میرسن. اگر از اونجا بگذری به نقطه و شهر عمل کردن میرسی. خیلی خوب، ما میدونیم که ما از طریق فیض نجات پیدا کردیم نه از اعمال. از یه جهت ما میدونیم نجاتمون از طریق اعمالمون نیست و بر اعمالمون دلالت نداره، ولی اون بر روی زمین ما رو گذاشته تا کارهایی رو بکنیم، تا از ایمانمون استفاده کنیم. کتاب مقدس میگه ایمان بدون عمل مرده است، در یعقوب 2:26 اینو میگه و کتاب مقدس درباره صحبت میکنه. چیه که خدا میخواد ما انجام بدیم در شهر عمل کردن؟ و بعد از اونجا میگذریم و به محله صبر میرسیم. محله صبر شهریه که همگی ما میخوایم ازش بگذریم، اصلا بهش نرسیم، دوست نداریم که صبور باشیم. محله صبر به معنی خودش، معنیش اینه که جایی که بیشتر درش قرار میگیریم و محله‌ای که تو دوست نداری درش باشی یا میخوای ازش اجتناب کنی معمولا. ولی مسئله اینجاست وقتی که به اونجا میرسیم چیزهای عالی برای زندگی ما اتفاق میافته که تو دوست داری توی محله صبر باشی. یعقوب میگه بگذارید پایداری کار خودش رو به کمال برسونه. چی؟ من نمیخوام اصلا صبر وجود داشته باشه، ولی یک کار عالی هست که باید بگذارید پایداری کار خودش رو تموم کنه، چون بعد اگر اجازه ندی نمیتونی تجربه کنی خدا و کاری که خدا میخواد برای تو در شهر خودش انجام بده، در اون شهری که اثر انگشتش قرار داره. خیلی خوب، به کتاب مقدس بروین، اول تواریخ 4:9-10. ما خیلی چیزا میتونیم از این داستان یاد بگیریم و در دعامون ازش استفاده کنیم. به یبعیث نگاه کنیم. یبعیث یه مردی ناآشناست برای خیلی از مردم. بیایید درباره اون بخونیم. یبعیث از برادران خود شریفتر بود. مادرش را یبعیث نام نهاده گفت، زیرا او را با درد زاییدم. یبعیث نزد خدای اسرائیل استدعا کرده گفت، کاش که مرا برکت دهی و حدود مرا وسیع گردانی، کاش که دست تو همراه من باشد و مرا از بلا نگاه داری تا از درد به دور باشم. و خدا آنچه را از یبعیث خواست به دو بخشید. چند تا آیه درباره مردی به نام یبعیث و دعایی که اون به خدا انجام میده. یه دعای بزرگیه. در شهر دعا قرار داره یبعیث و اون نقطه شروعش یاد میگیریم که در آیه 9 هست. میگه که اون شریفتر از برادران دیگرش بود
ولی مادرش اونو یبعیس به معنی درد نامید، چون میگه که او را با درد زاییدم. خیلی جالبه. یه لحظه اگر به این فکر کنیم قبل از اینکه به آیه 10 برسیم، این جای شروع یبعیس هست. یبعیس متولد شد و مادرش اون رو درد نامید. معنی اسمش درد بود. شاید وقتی که داشت اون رو میزایید درد زیادی گرفت. در عهد عتیق و حتی الان اسامی خیلی مهمه و اسمایی که میذاشتن قبلا برای مردم برای مسئله مهم بود که اتفاق میافتاد. خیلی از مادران الان بچه ها داشتین، یه تجربه عالیه. خدا رو شکر برای اپیدرال و همه زنها گفتن آمن. ولی مسئله اینجاست، حتی بعد از همه دردی که میکشیم تا بچه به دنیا بیاد، وقتی اون صورت زیبای بچه رو میبینی، همه اون درد به خوشی تبدیل میشه. عاشق این بچه میشی لحظه ای که اون رو میبینی. بلا فاصله خوشی جای اون درد رو میگیره. ولی برای مادر یبعیس اینطوری نبود. منظورم اینه که باید خیلی جدی می بود که اون بچهش رو درد نامید. میخوام با این اسم زندگی کنی یبعیس، این اسم تو خواهد بود که تو درد رو برای من آوردی. این چیزی خواهد بود که تو رو شهرت تو خواهد بود و تو رو اینطور میشناسیم. ما نمیدونیم برای مادرش چه اتفاقی افتاد. شاید موقع زایمان اون مرد فقط اسمش رو گفت، یا اینکه افسردگی بعد از زایمان داشت، ما نمیدونیم. شاید این اتفاق افتاد براش و گفته من نمیتونم تحمل کنم از این درد، اسمشو بذارین درد. یبعیس، متاسفم که به دنیا اومدی. مثل اینکه براش خیلی عجیب بود. این آدم با شروع خیلی جالبی نداشت. و دلیلی که بهتون اینو میگم، این امید میده به ما. همه نقطه های شروع ما اونقدر بد شاید نباشه. میتونی تصور کنی که وقتی به مدرسه میرفت یبعیس، مردم وقتی که صدات میکردن میگفت هی درد، مشکل اومد. بچه های مدرسه شروع میکردن که با اسمای مختلف صداش کنند و مسخرش کنن. خیلی خوب، این زندگیش بود وقتی که داشت بزرگ میشد. ولی چیز جالب درباره یبعیس این بود که خدا داشت کار خودش رو در زندگی یبعیس انجام میداد. و بعضی وقتا وقتی که مردم از طرد شدگی رد میشن یا یتیم بودن، از این شرایط منفی که بیرون میان، خدا میگه که پدر یتیمانه. خدا چیزهایی رو در درون یبعیس گذاشته بود، چون یبعیس شریفتر از برادران دیگرش بود. و ما اینو میدونیم که شریف بودن حکمت داشتنه، به دنبال خدا بودنه. میگه به دنبال خدا بودن احترام رو برای تو میاره. و بعد در آیه 10 میگه دعایی میکنه، دعای بزرگی میکنه. زندگی مسیحی بر اساس ایمان است و خدا ماجراجویی عالی ایمان را برای ما در نظر دارد. پس نقطه شروع شما کجاست و خط پایانتان چه شکلی است؟ به بت جونز بپیوندید وقتی او در این ماجرای ایمان شما را با خود میبرد در عنوان درس آنلاین زندگی با ایمان. سفر شما به محله دعا، محله وعده، دور محله شک و محله عمل کردن و محله صبر تا زندگی عالی را که خدا برایتان در نظر دارد بشناسید. در این سری برنامه‌های ویدیویی بت جونز درسایی را آماده کردیم تا شما تشخیص دهید چطور به دنبال خداوند باشید در دعاها، بر وعده‌های خدا بایستید و از شک دوری کنید، عمل درست را انجام بدید و اجازه دهید که صبر کار خودش را در زندگیتان به کمال برساند. شما هدف و خطابی دارید از طرف خالق این جهان. یاد بگیرید چطور این زندگی در ایمان را پیش ببرید. به وبسایت ما بروید و ثبت نام کنید. خیلی خوب، الان به این فکر کنید مشکل شما کجاست؟ چه شکلی از اون نقطه X شما؟
اسم شما چیست؟ با چه مشکلی روبرو هستی؟ چه دروغی است که دشمن سعی داره به تو بگه؟ چه چیزهایی شنیدی؟ همگی شاید افرادی بودند در زندگیشون که مسخرهشون کردن و خیلی خوشایند نبوده چیزهایی که گفتند. امروز با فیسبوک و رسانه‌های عمومی باید برای بچه‌هامون دعا کنیم. بچه‌های امروزه، این نسلی که بیاد و نسلی که درش هستیم، جالب خواهد بود. در جهانی بزرگ میشن که لحظه‌ای که به دنیا میان جلوی دوربین هستند و رسانه‌های عمومی رو دارن و اونا بهشون نشون داده میشه که کیا دوستشون دارن و کیا فالوشون نمی کنند. و میدونین زمانی که به مهد کودک میرسن، اگر میدونن که بازنده هستن و برنده، این جهانیست که بچه های ما دارن درش بزرگ میشن. نقطه شروع و مشکل تو چیه؟ یابیس، میدونیم که نقطه شروعش درد، ناراحتی، مشکل و عذاب بود. بعضیا شاید بگید خب من در هیچ کجا هستم، زندگی من به جایی نرسیده، فکر میکردم به جایی بهتر میرسیدم ولی نشد، هیچ کجا نیستم. خبر خوش این که خدا ماجرای ایمان رو برات داره و میخواد تو رو به سرزمین خودش با اثر انگشت خودش ببره. شاید بعضیا فکر میکنن تو شهر باصفام، کلیسای باصفا، خدای باصفا، همه چی باحاله. خیلی خوب، خبر خوش برای تو هم هست. خدا ماجرای ایمان رو برات داره. خدا بیشتر از اون چیزی که الان درش هستی داره برات. شهر گم شدگان، شاید اینجایی، شاید افرادی رو میشناسی که خدا رو نمیشناسن، گم شدن، در زندگی گم شدند. خدا نقشه ای داره که خودش رو براشون آشکار کنه و با خود اونها رو به ماجرای ایمان ببره. شاید در شهر مجردایی و سرانگشت انگشت خدا برات زندگی در ازدواجه. بقیه شاید ازدواج کرده بودند و الان در بین طلاق هستن، جایی نیست که در واقع میخوان باشن، ولی خبر خوش هست برای شما. و ما درباره بعضی از این قسمت ها صحبت میکنیم چون خبر خوش این هست که ماجرای ایمانی هست، اصول ایمانی هست. خدایی هست که بر تخت پادشاهی نشسته و ما دربارش میخونیم. کسی که برای شماست، میخواد دستتون رو بگیره و در این سفر همراهیتون کنه تا به کمال برسید، به جایی که اثر انگشتش زندگی ما رو مهر میکنه. دیگه کجا شاید باشی؟ شاید در دره امید به تعویق افتاده باشی. مردمان زیادی در آنجا هستند. احساس من اینه که وقتی داشتم دعا میکردم و این درس رو آماده میکردم، حسم این بود که مردمان زیادی در اینجا و همچنین در خانه ها هستند که در این مکانند، امیدهایی که به تعویق افتاده. منظورم اینه که آرزوها، رویاهایی داشتی، برای چیزی اشتیاق داشتی، آماده میشدی برای چیزی، انتظار چیزی رو میکشیدی، فکر کردی تا الان دیگه باید برای آن رسیده بودی و هنوز اتفاق نیفتاده. دلیل شاید باشه براش و ما در این سری برنامه ها در باره صحبت میکنیم، ولی در فصلی از زندگی شاید باشه که امید داشتی ولی به تعویق افتاده. کتاب مقدس میگه امیدی که در آن تعویق باشه باعث بیماری دله، اما حصول مراد درخت حیات میباشه. شاید این گزینه شما باشه و بالاترین خواسته خدا اینه که به شما خوشی و حیات ببخشه و به سرزمینی که اثر انگشت خداست برسونه. شاید هنوز برای شما این وجود نداشته باشه و فکر کنی در دره وقفه امید هستی. شاید خبر بعدی شنیدی، شاید کاغذهای طلاق دستت رسیده، شاید از دکتر خبر بعدی شنیدی، یا شاید اخراج شدی. شاید در شهری هستی که همش خبر بد به تو میرسه، به تو و به اطرافیان، و اصلاً منصفانه به نظرت نمیرسه. شاید بگی همه این آدمای دیگه مشکلی ندارن ولی من، برای من منصفانه نیست. شاید اینطور حس میکنی. شاید بگی که اونها با قاشق نقره‌ای تو دهنشون به دنیا آمدند ولی زندگی برای تو منصفانه نیست. میدونی خیلی از مردم در کشورهای دیگه هم همینطور فکر میکنن درباره همگی ما در آمریکا و میگن این منصفانه نیست که همه این فرصت ها براشون هست. من خیلی کارا میتونستم بکنم با اون فرصت هایی که اونا دارن تو اونجا. گوش کن، مسئله جالب درباره خداوند اینه که خدا برای همگی ما فرصت هایی میگذاره در زندگی. ما شاید باید از نقطه مختلف شروع کنیم، با فرصت های مختلف، با ماجراهای مختلف، ولی با ایمان راه رفتن در این زمین مساوی و برابر خواهیم بود. و تو دیگه نمیتونی این را بگی که این منصفانه نیست، چون همه چیز در او برای ما ایمانداران ممکنه. و همگی مردم گفتند
آمین. دیگه چی؟ چهار راه دل سردی. من دل سردم. من در سر چهار راه هستم و من دل سرد شدم. خیلی از مردم الان اونجان. و شاید تو درست مخالف جهتش هستی و بگی نه زندگی خیلی خوبه. من افسرده نیستم. من در آرزوهای بهترین هستم و ایمان دارم که همه چیز ممکنه. این خبر خوبیه. این جای خوبیه. و حتی در اون لحظه ای که همه امیدها رو داری، در اون لحظه هم خدا برای تو بیشتر از اون در نظر گرفته. خدا سرزمین رو برای تو در نظر گرفته که اثر انگشتش روی زندگی تو باشه. آمین. حالا بیایید بیشتر درباره این مطالعه کنیم، درباره این سفر. به یعبیس دوباره برگردیم. چی ازش یاد گرفتیم؟ یعبیس در شهر دعا بود. چیزی که من دوست دارم این دعای بزرگ رو کرد برای خواهش‌های بزرگ. او به دنبال خدا بود. خدا رو میشناخت. شریفتر از برادران دیگرش بود. خداوند رو میدونست و میشناخت. میگه که یعبیس گریه کرد. فریاد برآورد و از خدا یه اسرائیل استدعا کرد و گفت. بعضی وقتا ما تو این لحظه میرسیم که استدعا میکنیم و از خداوند چیزهایی میگیم و بیننده ما و حضار ما خدا هست و ازش درخواست ها میکنیم. دعا کردن از ذهن نیست، دعا کردن از قلب ماست. تو از قلبت دعا میکنی یا استدعا میکنی به خدا و میگی. فکر نمی کنی، فقط حس نمی کنی، داری چیزی رو میگی به خدا. یعبیس فریاد کرد، استدعا کرد به خداوند. ایمان داشت که خدا وجود داره، ایمان داشت که خدا اونجا بود. کتاب مقدس میگه جویندگان خودش رو خدا پاداش میده. یعبیس همینطور بود. میگفت من ایمان دارم که تو هستی، من از تو استدعا میکنم، من صدایت خواهم کرد، من به تو چیزی خواهم گفت. خدایا در جای دعا بود یعبیس. ما داریم در شهر دعا هستیم و درباره شهر دعا صحبت میکنیم. وقتی که کنار تختت نشستی، وقتی که توی ماشینت هستی، تو اون لحظه ای هستی که میخوای با خدا خلوت کنی و دعا کنی و یه چیزی میگی، از دو زاویه بهش نگاه میکنیم و یکی از اونها دعا کردن برای به دنبال چیزی بودن و دعا کردن برای چیزی، دریافت چیزی. ما همیشه در مشکلات مختلف و در راه‌های مختلف در دعا کردن هم هستیم. همیشه با دعا کردن شروع میشه و ازش جستجو میکنیم برای چیزی و ازش میطلبیم. خیلی خوب، بیاین درباره جستجو کردن خدا صحبت کنیم. میدونم که ابتدایی این صحبت کردم، ولی باید حس میکنم که باید اینو بگم. ما باید بیستیم در دعاهامون. چند نفر از شما تشنگی اینو دارین که درباره چیزی دعا کنید؟ برای خودتون، برای ملتمون، برای خانواده های دیگر بیستین و دعا کنین. چند تا آیه براتون میخونم و بعد درباره صحبت میکنیم. مزمور 27 آیه 8 میگه وقتی که خداوند تو گفتی روی مرا بجوی و دنبال من باش. میگه ای دل من، او به تو گفته است روی مرا بجوی، خداوند روی تو را خواهم جست. خداوند میگه روی مرا بجوی در دعاهات. حضور منو انتظار داشته باش. بخواه که اثر انگشت من روی زندگیت باشه، حضور من در زندگیت باشه و برای خواستت مرا بطلب. و جوابش این بود که من به جستجوی تو خواهم بود. و بعد در اشعیا 40:31 میبینیم که میگه اما آنان که برای خداوند انتظار میکشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. در این ماجرای ایمان کی میدوه و کی خسته نمیشه؟ اونهایی که انتظار خدا رو میکشن و به جستجوی خدا هستن. معنیش چیه انتظار خدا رو کشیدن؟ و کلمه ایبریش هست که معنیش اینه که منتظر باش، بیست
و با خداوند انتظار اون رو بکش. با خداوند باش. زمان با خداوند بگذار. حضور خداوند رو بطلب. یک قوتی هست. یک اطلاعاتی هست. یک حرکت و مسیری هست وقتی که با خداوند هستی و اون رو جستجو میکنی در زندگیت. خیلی خوب. مردم مختلف روش‌های مختلفی دارن برای جستجو کردن خداوند. معنیش اینه که تو با خداوند زمان بگذاری. توی خونه‌ات، توی دفتر کارت بگی که من اینجا میخوام دعا کنم. شاید توی ماشینت باشه. یه زمانی خلوت کن با خداوند و با اون صحبت کن. یک زمانی در روز خودت و بگو که میخوای جستجو کنی، به دنبال خدا باشی. شاید فکر میکنی که باید زانو بزنم. نه، اگر رانندگی میکنی یا دوام میکنی نمیتونی زانو بزنی. ولی برای من وقتی که برم به جستجوی خدا بودم، دوست داشتم که زانو بزنم و همیشه یه صندلی پیدا میکردم، یه پارچه میداختم رو سرم و شروع میکردم دعا کردن، خلوت میکردم با خداوند و جستجوی خدا بودم. میخوام درباره یک موقعیت بورد برای شما صحبت کنم و این مسئله به Basics with Beth رب داره، برنامه تلویزیونی و دانشگاه آنلاین اصول اولیه. قبلا شنیدید که درباره این دانشگاه صحبت کردیم. دارم یک قسمت‌هایی رو برای اون آماده می‌کنم، ولی بورد اینه که وقتی که در این دانشگاه ثبت نام کنید، در آن موقع به ما کمک می‌کنید که برنامه اصول اولیه بیت را بسازیم و به همه جای دنیا برسانیم. چه چیزی اینجا خوب است و مسئله بورد برای شما اینه که شما میبرید و آنهایی که بر روی کره خاکی این برنامه را نگاه میکنن برنده میشوند. یک قسمت مهم را برای ما دارید. وقتی که در این دانشگاه آنلاین ثبت نام کنید، به ما کمک میکنید که این اصول اولیه را به تمام جهانیان برسانیم. اگر هنوز ثبت نام نکردی، به وبسایت thebasicsuniversity.com سری بزنید و به ما در رساندن این خبر خوش یاری کنید. World. ممنونم از مشاهده برنامه امروز. امیدوارم این پیغام کمکتون کرده باشه که اصول اولیه رو دریافت کنین و زندگی رو که دوست دارین داشته باشین. برای دریافت بیشتر برنامه‌های بیت جونز به thebasicswithbeth.tv مراجعه کنید. همراه ما باشید برای اطلاعات بیشتر. برای تقریبا 30 سال اصول اولیه توسط بیت جونز در کلیساها، خانه‌ها و تمام جهان استفاده شده. برای تدریس اصول اولیه به مسیحیان جدید و ایمانداران چاشنی زده شده. مورد علاقه هزاران نفر از بزرگ و کوچک. این کتاب از نتایج ثابت کرده که شاگردانی برای مسیح می‌سازد. به 17 زبان ترجمه شده و حالا برای اولین بار بیت جونز از طریق تلویزیون آن را تدریس می‌کند. کپی خود را تهیه کنید و همراه باشید با بث که از این کتاب درس می‌دهد، فصل به فصل و خط به خط. بر روی عناوین پراهمیتی مثل چطور صدای خدا را بشنویم، چطور در ایمان رشد کنیم، چطور فراوانی در زندگی را تجربه کنیم. پس کپی خود را یا خانواده اتان را تهیه کنید. این کتاب اکنون توسط هدایای شما در دسترس شماست. برای دریافت کپی خود و تقدیم هدایای خود به وبسایت thebasicswithbeth.tv بروید.